در ولسوالی های قرمقل، خانچارباغ و ولسوالی اندخوی وجود داره و همچنان معدن یورانیوم در گرزیوان ولایت فاریاب، آهن در بلچراغ ولایت فاریاب. یعنی از حیثیت منابع طبیعی بسیار یک منطقه هست در سطح افغانستان، شاید به افغانستان به حد کفایت و حتی به خارج هم احتمال از این هست که در آینده صادر شود دارا می باشه. ولی در حصه استخراج این معادن تا به حال بسیار زیاد ضعف و ناتوانی حکومت از خود نشان داده. تا به حال معادن نفت قیصار، ولسوالی قیصار در خواجه اسفلان به شکل غیر فنی مورد تاراج قرار گرفته و همین قسم معدن نمک که پیشتر حاجی صاحب هاشم فرمودن. شما در این رابطه تا به حال چی راهکارها را در ایسه قراردادی سپردن این معادن و یا استخراج از او در نظر دارین؟ آیا وضعیت فعلی ای اجازه را برای شما خواد داد که مورد استفاده و بهره برداری قرار بگیره معدن، یا ای که در آینده در نظر دارین هر راهکاری که در رابطه هست لطف کنین وضاحت بتین به مردم افغانستان؟ تشکر. تشکر. شادم صاحب. محترمه حبیبه دانش، مهربانی. بسم الله الرحمن الرحیم. جناب رئیس صاحب و مسئولین مهمانای عزیز، جناب رئیس صاحب یک سوال دارم. جناب وزیر صاحب، در قسمت طلای نورابه، در قسمت طلای نورابه ولایت تخار ولسوالی چاهاب، متاسفانه امسال بار دیگر تمدید میشه با قراردادی. در یک نقطه قراردادی که در گذشته قرارداد کرده بود با وزارت مربوطه چند جای مشخص و تعریف شده، اما وقتی که اینا بهره برداری میگیرن از او استفاده میکنن در حدود زیادتر از او جایی که از قرارداد دورتر است، فراتر از قرارداد. ما چند بار قبل از شما که شما به حیث وزیر معادن در اونجا بروین، ما با وزارت با وزیر صاحب قبلی صحبت کردیم که این قرارداد باید فسخ شود. همه مردم اونجا راهپیمایی کردن، تظاهرات کردن، هیچ جای نگرفت. متاسفانه مسئولین محل، مسئولین زیرک با شرکت مربوطه احاطه کرده این قرارداد را و مو ساحه‌ای که از اونجا طلا به دست میارن. پیشنهاد ما در اینجاست که یک سوال دارم. شما برای فسخ قرارداد و کمیته نظارتی که باید از اونجا نظارت و ارزیابی بکنین، بررسی بکنین، کردین یا نکردین؟ برای فسخش تصمیم گرفتین نگرفتین؟ و از شما ما یا سالانه چقدر به شما به افغانستان چیزی میرسه و چقدر ازی به کسایی که او را احاطه کرده در سرقتی از او، در اختلاسی از او؟ و ای بار ای سال اول و دویش نیست، مدت هاست، سال هاست که قرارداد شده. متاسفانه مسئولین زیر ربط همراه با او در یک معامله پیدا و پنهانی وجود داره که قطعا مردم افغانستان به او رسیدگی نمیکنه که جزی بیت المال است. و من فکر میکنم که به وزارت مربوطه هم نخواد به بیت المال چیزی برسه، فقط معامله بین اشخاص هست. پیشنهاد ما در اینجاست که اگر نکرده باشین، هر چی عاجلتر در این قسمت از طریق کمیته نظارتی تان رسیدگی به عمل بیاره، به دلیل از اینکه او فقط در جیب اشخاص و افراد میره و نه در جیب بیت المال افغانستان. تشکر. تشکر دانش. رئیس، تعداد زیادی از همکارا مانده و ساعت هم به طرف 12 میره. نوبت غفاری صاحب است. مهربانی محترم غفاری صاحب. خوب است. تشکر غفاری صاحب. جواب بریم شما که حاضر باشین. تشکر. تشکر. مهربانی جناب محترم وزیر صاحب، بریم به طرف جواب. نه همون جای جایگاهتون از هم جایگاه شما راحت باشین. صحیح. خوب است. بسم الله الرحمن الرحیم. جناب ماب ابراهیمی صاحب، رئیس محترم ولسی جرگه، اعضای محترم هیئت اداری، اعضای محترم ولسی جرگه، خواهران و برادران عزیز، وزیر صاحب محترم پارلمانی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام. من بسیار زیاد خوشحال هستم که بار دیگه به خدمت شما هستم و امیدوار هستم که پاسخهایی را که میتونم تا حدودی که ممکن است قناعت شما را حاصل بکنه و در قسمت سوالایی که کمیسیون محترم منابع طبیعی و محیط زیست داشتن میخوام به شما اطمینان بدم که
سوال های زیادی هست بدون شک در ذهن اونها من با اونها باید به توافق هستم که باید به کمیسیون بیایم و از نزدیک با هم حداقل ما 3 ساعت از اونها تقاضای وقت کردیم که با هم بشینیم روی مسائل بسیار جدی کشوری با هم صحبت بکنیم. جناب رئیس پیش از اینکه من به پاسخ ها پردازم میخوایم یک نکته بسیار واضح و روشن بسازم. وقتی یک وزیر تعیین میشه وزیر در چارچوبه های خاص خود فعالیت شروع میکنه. در وزارت معدن یا در سکتور معدن و پترولیم ما در محدوده 3 چارچوبه فعالیت خود شروع کردیم. چارچوبی حقوقی یعنی که یک سلسله قوانین و مقررات و طرز العمل ها وجود داشته و من نمیتونم از محدوده اون طرز العمل ها و قوانین پای خود بیرون بگذارم و در اون محدوده فعالیت میکنم. فلازا پاسخهایم هم در اون محدوده است. دوم چارچوبی مالی وزارت معدن و پترولیم یا در این سکتور چی امکانات مالی وجود داشته و پالیسی مالی حکومت افغانستان در این زمینه ها چی بوده. سوم چارچوبی اداری ما به یک وزارت رفتیم که یک ماشینری اداری هست، یک بروکراسی هست. آیا این بروکراسی واقعا عملش درست بوده؟ آیا بروکراسی ظرفیت و توانمندی پاسخدهی به آن همه مشکلاتی که شما امروز بر حق نمایندای ملت افغانستان مسائل مطرح کردند داشته یا نداشته؟ ما فقط در این چارچوبه کار خود شروع کردیم و به سوالای شما مطابق به این چارچوبه پاسخ خواهد دادم. اول جناب بادری صاحب یک سوال بسیار جدی را مطرح کردن که آیا کمیسیون محترم اقتصادی حق این نظارت داره یا نه. بدون شک قوانین افغانستان فکر میکنم بسیار وضاحت داره. وظیفه پارلمان افغانستان نظارت از تطبیق قانون و نظارت از اجرات حکومت هست. ما هر وقتی که کمیسیون محترم از ما خواسته باشه مطابق قوانین افغانستان در خدمتشان پاسخته هستم و به کمیسیون خواهد آمدیم مثل کمیسیون محترم عدلی و قضایی خواستن آمدم و در هیچ شک شما نداشته باشین. اما در اجرات روزمره خود ما مکلفیتی ندارم و نمیتونم. بسیار سخت است که یک وزیر هر روز از صبح تا شام که چی کار را میکنه من هر روز گزارش بتونم به کمیسیونای محترم. اگر سوال خاصی باشه، نظر خاصی باشه، دیدگاه خاص یا اطلاع خاصی باشه با کمال میل من در خدمت همه عزیزان هستم. در قسمت سوال دوم جناب بادری صاحب مسئله استخراج غیر قانونی بود که این تقریبا در همین سلسله سوالات تکرار شد. ما میخوایم که دی پاسخ خود به همه عزیزا این قسم بگویم که وزارت معدن یک وزارت پالیسی ساز و وزارت است که با مقررات خاص معدن افغانستان باید مدیریت و تنظیم بکنه. مسئله معدن ثروت ملی ماست. حفاظت از ثروت های ملی و صیانت از ثروت های ملی دو بُعد داره. یکی بود مدیریتی هست چنانچه که وکلای محترم تشریح دادن، توضیح دادن. در بعضی موارد شما دیدین که به خاطر نبود قوانین واضح یا قرارداد واضح این صورت ها چپاول میشه. در اینجا اگر ما خلاف قوانین، مقررات و شفافیت و حسابدهی لازم در قراردادها عمل بکنیم ما مسئولیت شدار. بود دیگه صیانت از صورت ها امنیت هست. دزدی شدن منابع معدنی یا چوکی حکومت یا یک فرش که یک دفتر هست یا یک تلویزیون مسئله مسئولیت ارگانهای تنفیذ قانون است که اردوی ملی هست، پلیس ملی هست و امنیت ملی هست. وزارت معدن متاسفانه یا خوشبختانه بگیم نه وظیفه‌ش است و نه هم کدام عسکر و سربازی داره که من روی معدن افغانستان که هر نقطه افغانستان خودش در ذات خود یک منبع است اونجا استاد بکنیم و از او حفاظت بکنیم. بنابراین من میدانم چور و چپاول در معدن افغانستان وجود داره. منابع به خصوص سنگ‌های قیمتی افغانستان به راحتی دزدی میشه و از سرحدات میره. من در این قسمت یک مسئولیت ولی دارم. مسئولیت ما این است که قوانین و مقررات طوری تنظیم بکنیم که زمینه های چپاول کم بسازه. مثلا ما در یک نقطه که میفهمیم اینجا عسکر افغانستان رفته نمیتونه. وقتی عسکر نتونه انجینر وزارت معدن و تفتیش وزارت معدن رفته نمیتونه واضح است که در اونجا هم به نفع دشمن افغانستان استخراج صورت میگیره هم از اونجا هر دزدی که شما چیزی گفته نمیتونم. این چیزا رو باید ما وظیفه دارم که رویش کار بکنیم و تحت نظر پارلمان محترم به مشوره همه مردم افغانستان تدابیر اتخاذ بکنیم که آهسته آهسته بریم به طرف بند ساختن مطلق دزدی و چپاول منابع معدنی افغانستان. جناب
آقای صاحب محمد هاشم خان در قسمت قرارداد عینک و آجیگک شفافیت خواستن، اکثریت سوال هم در امی راستا بود و من یک سلام آمدگی ها را گرفته بودم، در هفته قبلی خدمت شما بودم، یک گزارش شما دادم به هیئت محترم اداری، امیدوار هستم که اکثریت بزرگا او گزارش خوانده باشند. اول میایم سر مسئله حاجیگک. خوشبختانه معدن حاجیگک یا بگیم بدبختانه قراردادش امضا نشده. ما امروز هم گفتم از جمله تمام شش کمپانی که قراردادهای زینا بررسی شد، دو کمپانی که یکی یک کنسرسیوم هندی است به نام سیل که برنده سه بلاک و یک کمپانی کانادایی کیلو گولد ماین برنده یک بلاک شناخته شدند. در سکتور معادن و پترولیم بعد از این که قراردادا آفرگوشایی میشه، آفرها بررسی میشه، کمپانی برنده مشخص شد، مطابق اصول و پرنسیب مذاکرات شروع میشه. این مذاکرات در اکثریت کشورها، حتی در ایالات متحده آمریکا که یک کشور بسیار پیشرفته است، که سایز که تا 10 سال 8 سال و 9 سال این مذاکرات دوام میکنه، برای اینکه این قرارداد بسیار پیچیده است. هر چقدر که اسناد تندر یا همو اسناد داوطلبی وضاحت بیشتر داشته باشه، همو قدر مذاکرات آسانتر است. متاسفانه به نظر من در اکثر از این اسناد دقت خاص صورت نگرفته. ما امروز هم گفتم چون ظرفیت کافی ملی یا افغانی در داخل وزارت نیست، اکثریت این قراردادها را خارجی ها نوشته کردن به زبان انگلیسی. شما میفهمین که وقتی که ترجمه میشه در ترجمه بسیار مشکل هایی است، اما این قراردادها ترجمه هم نشده. اکثریت رؤسای ما گذاشته نشده که باید اسناد تندر به فارسی هم باشه که افغان هم دو وارد باشن. مشکل اساسی از اونجا آغاز شده. مشکل دومی است که کمپانی های مختلف با استراتژی ها و تکتیک های مختلف میان بد میکنن سر معادن. حالا در اینجا یک پیچیدگی دیگه اضافه میشه که مسائل حقوقی یا چارچوبی حقوقی است. یکی از دو جمله که یک شما میگم ده ها قضیه دیگه هم است، مسئله رویالتی است. در افغانستان متاسفانه خلاف نرم و همو پرکتیسی که در دنیا وجود داره، رویالتی رو باز گذاشتن و این بهترین تکتیک برای کمپانی هاست و به هر کسی که در بزنس رقابت است، بیا و رقیب خود از صحنه خارج بکنه، یک رویالتی بسیار بالا را مطرح میکنه. ما چون ذاتاً فکر ما یک فکر تجاری هست، فکر ما ملت افغانستان نه یک فکر سرمایه گذاری، اما پول نقد میبینیم، فکر میکنیم که طرف 16% یا 15% یا 20% کافر کرد، این بسیار پیسه است. نقاط دیگر که مفاد غیر مستقیمش است، او را نمیتونیم محاسبه بکنیم و این یک ضعف است، یک مشکل دری است. دوم، در پیشنهاد خود اینا بسیار چیزهای بزرگ بزرگ مطرح میکنن که از نقطه نظر عملی ناممکن است. مثلا در قسمت معدن عینک ساختن خط آهن از چین تا به عینک و بالاخره امتدادش تا به وصل شدن به شبکه خط پاکستان، این خود چندین میلیارد دلار سرمایه میگذاره. اینا آفر میتن باز در قرارداد یک واژه اگر شامل میکنن، میگن که ما مطالعات امکان سنجیش هم میکنیم، اگر مطالعات امکان سنجی به ما اجازه داد این خطا هم میسازیم، اگر نداد اویش مسکوت میگذارن. دقیقا در قسمت هم آجیگک هم اینک چنین قضیه وجود داره. در آجیگک شرطشی بوده که در صورتی که چینایی ها خط آهن از چین به افغانستان بیارن، کسانی که در معدن آجیگک سرمایه گذاری میکنن از این خط آهن استفاده خواهد کردن برای صادرات. چون حجم مواد آهنی که در افغانستان مورد نیاز است محدود است، مقیاس تولیدی را که اما تو جناب کوهستانی سب گفتن پیشتر در آجیگه که اینا پیشنهاد کردن یک مقیاس بالاست، میگن این فقط با صادرات توجیه اقتصادی پیدا میکنن. وقتی چینایی ها میگن که مطالعات امکان سنجی ما اجازه نداد که ما این خط آهن بسازیم و دولت افغانستان با اونا قبول میکنه، اوتومات برندی معدن آجیگه که ما از یک مکلفیت خود خلاص میکنه. میگن حالا چون خط آهن نیست، ببخشید ما مجبور هستیم که مقیاس فابریک خود بسیار کوچک بسازیم. در اینجا یک چیز دیگر هم که ما پیدا کردم خدمت شما میخوایم بگیم، در قسمت آجیگه بخصوص در کنسرسیوم هندی، اینجا من اسنادش آوردم،
هر قراردادی که در داوطلبی اشتراک بکنه برنده میشه، یک پول ضمانت برای مذاکرات پیش دولت افغانستان میگذاره. متاسفانه ضمانت هم در قضیه عینک هم در قضیه حاجیگک در بانکای افغانستان گذاشته نشده. در قضیه عینک در یک بانک چینایی گذاشته شده که در دبی است مقرش، و در قضیه حاجیگک کنسرسیوم هندی در بانک پنجاب کشور هندوستان. اینجا استاد شما دارم که او ضمانت بانکی یک وقت مشخص داره، وقت از اینا در سال 2013 ختم شده. یعنی اصولا از نظر قوانین افغانستان دیگه ما معامله مذاکره مطابق اصول قوانین موجودی افغانستان با کنسرسیوم هندی نمیتونیم داشته باشیم. خود به خود من قضیه هست، باید تعقیب میشد که تعقیب شده. دو بار مکتوب از جانب وزارت اومدن پیش از اینکه وزیرش برشان رفته، ولی اونا پاسخی به این رابطه ندادن. کمپانی کیلو گولد ماین کانادایی ولی گزارش خود داده، ضمانت خود تجدید کرده و ایره هم گفته که چون مسئله راه در افغانستان وجود نداره، ما کار خود مطابق قرارداد خود انجام میتیم، ولی در صورتی که ما بتانیم راه ترانسپورتشن پیدا بکنیم. اگر ما آهن از ساحه حاجیگک به موتر لاری انتقال بتیم که بازار آهن خام یا کانسنترات افغانستان که نیست، چون فابریکا اونا نمی سازن، پاکستان یا کشورهای دیگه است که باید صادر شود، قیمت تمام شده یک تن آهن فقط برای ترانسپورتش، قیمت تمام شده ترانسپورت یک تن آهن از حاجیگک الی شهر پشاور $55 و از پشاور تا کراچی $25 است. یعنی $70-80 فقط ترانسپورتش است. اگر شما نرخ استخراج هم سر از این بزنین و دیگه مصارفی که سرمایه بسیار هنگفت برای استخراج از این کار است، این فعلا واقعا نیست که غیر اقتصادی است. اونا یک پیشنهاد کردن که ما میتونیم روی یک پایپلاینی که بتونیم کانسنترات از حاجیگک تا به پاکستان روان بکنیم کار میکنیم، ولی این هم باید امکان سنجی تکنیکی از این صورت بگیره. اقلیم افغانستان، شرایط جغرافیایی و توپوگرافی از یا اجازه میده یا نمیده. بازده اینجا پس دوباره عنصر امنیت هم داخل بشه که آیا ما این پایپلاین حفاظت کرده میتونیم از مسیر حاجیگک که از طریق بهسود یا از راه دیگه بیایه وارد به طرف پاکستان بره. شما خودتان قضاوت بکنین که اگه می لحظه ما بیایم به طرف بامیان مثلا بریم، خواسته باشیم بامیان بریم شرکت بکنیم به او محفل، آیا با موتورهای خود رفته میتونیم؟ آیا دولت افغانستان توانمندی حفاظت پایپلاین داره یا نه؟ کمپانی های بزرگ بین المللی اینا رو همه در محاسبه خود میارن. ما امیدوار هستم که حداقل کمپانی کانادایی با جواب مثبت بیاید و ما می تعهد داریم که تا حدی که توان داریم بتونیم زمینه های امنیتی را برشان مساعد بکنیم. در قسمت کنسرسیوم هندی مسئله را ما چون ای پیش از اینکه ما بیایم منقضی شده ولی در مذاکرات بند نشده، برشان گفته نشده که شما دیگه مذاکره نکنیم، ما هم فعلاً باز گذاشتیم در صورتی که اونا حاضر شوند پس به تعهدات اولی خود برگردند و امو شرایطی را که اینا را برنده ساخته در قرار داد امو شرایط بپذیرن، در او صورت به نظر ما باعث یک مسلکی از این سکتور ای به نفع افغانستان است که ما مذاکرات خیر از سر بگیریم، ولی امو شرایط قانونی را پس دوباره اینا باید احیا بکنن که ضمانت بانکی و غیره و غیره است. ولی به شیوی که یکی از سوالای برادرای خواهرا بود از برادر عزیز از کوهستانی صاحب، که آیا شیوی که شما قرارداد کردین یک شیوی درست است یا نه، من نظر من کوهستانی صاحب است که در بعض موارد خوب است و در بعض موارد بسیار نواقص بسیار جدی تکنیکی داره. مثلا یکی از موارد شنمی مسئله است که شما اجازه میتین کسایی را بیارن بدای بسیار غیر واقع بینانه را بگذارن جواب بتن برامی اسناد داوطلبی شما، بعد از اینکه داوطلبی را برنده شدن باز بیان آستایسته چنه بزنن او را به نقطه برسانن که دیگه به منفعت افغانستان نیست. از نقطه نظر رویالتی من فکر میکنم در قسمت معدن حاجیگک رویالتی نرمال است، تقریبا مطابق به سطوح بین المللی یک کمی بالاتر است، اما در قسمت معدن عینک باز قضیه کاملا فرق داره. در قسمت معدن کوچک هم جناب آیس باشم خان یک سوال کرده بودن که چرا اینا رو بند کردین. من پیش از اینکه وزیر شوم یک حکم جادما رئیس جمهور افغانستان بود که صادرات سنگ از افغانستان ممنوع است و معدن کوچک و دیگه معدن قراردادش معطل است.
بروکراسی افغانستان متاسفانه اجازه نمیده و من که رئیس وزیر دفتر رفتم اجازه نمیداد که زود ما بگم نه باز است، باید پس دوباره یک حکم دیگر را میگرفتیم. یک دوم ظرفیت‌های وزارت معدن که من دیدم واقعش به شما بگم میای سر ما استاد میشه. من اینو به سرعت براتون میخوام بگم، اینجا خانه ملت است. امروز سکتور معدن افغانستان به عوضی که در مسیر رفاه ملت افغانستان بره، امو حرفی را که جناب آقای بشردوست استفاده کرد من میخوام اینو تکرار بکنم، در مسیر یک مصیبت است. اینو من خجالت نمیکشم بگم، از این موضوع خود دفاع هم خواهد کردم. به این شکلی که ما امروز مدیریت میکنیم منابع افغانستان، ما را به فاجعه بعدی بدون شک خواهد برد، مگر اینکه ریستارت بکنیم. ما جزئیاتش خدمت شما خواهد گفتم که چرا. اول چوکات حقوقی قانون وجود داره. در یک کشور تبدیل کردن و تغییر قانون در سکتور معدن بعد از 5 سال از نظر من یک مسلکی، به نظر من اگر اصطلاح رو بگیم یک کفر حقوقی هست. چرا؟ کشورهای یا کمپانی‌های بزرگی که در سکتور معدن میخوان سرمایه‌گذاری بکنن، کمترین سرمایه‌گذاریش 200 تا 300 تا 400 میلیون دلار است. میخوان ثبات حقوقی رو در کشور ببینن. وقتی او متوجه میشه که کشور در 5 سال قانون خود تغییر میده، در حالی که زندگی یک معدن کوچک تا وقتی شما فعال میکنین 3 سال است، از یک معدن متوسط 5 سال است، از یک معدن بزرگ مثل اینکاجیک حداقل از 5 تا 10 سال طول میکشه تا شما روی خط تولید بیارین. به هیچ وجه دیگه حاضر نیست که بیا اینجا سرمایه کلان خود بند بکنه، پیش از اینکه به تولید و مفاد برسه کلش، پس ما قانون خود تغییر بدیم یا قانون دیگر بیاریم که معلوم نیست چی خواهد بود. ثبات حقوقی رو ما برهم زده، یک نقطه. دوم قانون برادرها و خواهرای عزیز وجود داره، مقررات وجود نداره. یک مقرره وجود داره که خود وزارت معدن بر ما میگن که مقرره کارا نیست، او هم مقرره است که بر قانون قبلی ساخته شده بوده. شما میدانید که قانون احکام عمومی هست و در تفسیر و تعبیر بر افراد و اشخاص باز میکنه. وقتی در تعبیر و تفسیر قانون باز کردین، در صورت در فساد باز است. ما یک قسم به ذوق خود تعبیر میکنم، یک دوست دیگه، یک برادر دیگه به یک قسم تعبیر میکنه و میتونیم که ویرانی را ایجاد بکنیم. ما امسال این تعهد کردیم که حداقل 5 مقرره ایجاد بکنیم. ما از روزی که وزیر شدیم حداقل 13 نفر در معدن زغال سنگ سمنگان که به شکل غیر قانونی استخراج میشه کشته شده. یک مسئولیت بسیار بزرگ است. مقرره مسئولیت معدن وجود نداره. مقرری ایمنی معدن وجود نداره. شما قراردادی که میتین و دادین، قراردادایی را که ما دادیم از دولت افغانستان، این چیز دو نادیده گرفته شده. مسئله محیط زیست یک مسئله بسیار جدی دیگه است. حتی در قراردادهای بزرگ مثل عینک هم که امضا شده، کمپانی مکلف به ارائه تحقیقات یا مطالعات امکان سنجی برای اثرات محیط زیستی و اجتماعیش نیست. این یک نقص بسیار بزرگ است و ما میخوایم این را ترمیم بکنیم. به این خاطر در چوکات حقوقی خود ما مشکلات زیاد داریم. طرز العمل هیچ وجود نداره. در حالی که در معادن باید طرز العمل های تکنیکی فراوانی باشه که تفتیش معدن بتونه او را تفتیش بکنه و راپورت بده به مردم. میخوایم در اینجا یک موضوع عمومی را به شما عرض بکنم خدمت همه شما، که در معادن در کل دنیا یک اصل است. میگن اگر قرارداد طوری تنظیم شده باشه که قابل تطبیق نباشه و قرارداد نیست. دوم اگر قرارداد طوری تنظیم شده باشه که قابل تفتیش و نظارت نباشه، به نفع مردم و به نفع صاحبان از او ملکیت که منابع هست نیست. سوم اگر مفادش واضح و روشن نباشه و در کلافه های از ابهام پیچیده باشه، او قرارداد درست نیست. ما با وضاحت بر شما میگم که 339 قرارداد در وزارت معدن امضا شده. ما توانمندی نظارت 100 تایش هم نداریم. به او خاطر شما مشکلاتی که میبینین از این است. چرا نداریم؟ ریاست ما یکی از کوچکترین ریاست هاست. افرادش بسیار افراد زحمتکش هستن، نمیرسن، تعدادش کم است. سوم در بعض جاهای قرارداد داده شده که وقتی که اونجا میریم قماندان امنی هم حاضر نیست که ما بره. یک انجینر رو من چطور روان بکنم؟ علیمی خواهرو از معدن نمک انخوی یاد کرد، ما خودم به انخوی رفتم. یکی از دلایل که رفتم امی بود، این آجی صاحب جناب آجی صاحب هاشم خانم که ما بود، قماندان امنی حاضر نشد که نفر ما ببره. 3 هفته ما چنه میزون که والی صاحب اینا بالاخره نفرای تفتیش ما لباسای خود عوض کردن که مردم معلی به 2 ساعت رفتن که عکس گرفتن، راپورت تیار کردن، آمدن بر ما. حالی که معدن کار ما قرارداد داریم هر کاری بکنه، ما چی خبر دارم؟
که چیکار میکنه. یقینا که به نفع افغانستان نیست. بین ترتیب در معادن کوچک سنگای قیمتی در ساحاتی که فعلا در کنترل حکومت نیست. این ساحات مثلا نورستان، خواهر عزیزم از نورستان مسائل مطرح کردن. جناب خواهر عزیز، ما هم خبر دارم، شما هم خبر دارین. بسیاری وقتا در وقتایی بود که تا قماندان امنیتان در نورستان نبود، والیتان در ننگرهار بود. یعنی یک کارمند معدن، یک تفتیش معدن به 10,000 یا به 9,000 افغانی که معاش میگیره، ما چطور باید یک انسان او را به زور روان بکنم به جایی که رفتم نمیتونه، امکان نداره بره. این یک مسئله دیگه است. بین ترتیب مسئله کادستر ما مشکلات بسیار جدی داشتیم. در کادستر خود برای اولین بار است که ما اینجا آوردیم بر شما. هفته قبل ما موفق شدم که لیست کامل معادن خود پیدا بکنم و ثبت بکنم برای اولین بار. هر کس چالش می تبیه بفرمایید وزارت معدن ببینه این لیست است که امروز بسیار ناقص است. هنوز ما خدمت شما میتیم سیم. بله، ما میخوایم یک موضوع رو واضح بسازم. جناب وکیل صاحب محترم، در سکتور معدن هیچ چیز مخفی نخواهد ماند. اما طور که ما قرارداد عینه که بعد از 7 سال نشر کردم، امروز شما میتونید برین ببینین. یک قرارداد دیگه مانده که از امو دریا اورم نشر میکنم. هیچ چیز در این سکتور باید مخفی باقی نمانه و وقتی که مسائل روشن و آشکار شود، شفاف شود، در اون صورت باز ما وزیر باشم یا نباشم، ملت افغانستان خبر خواهد بود که ما چی داریم، در کجا است، به چه شکل استخراج میشه. بین ترتیب مسئله عواید معدن، قرارداد معدن صرف برای دادن قرارداد که ما به یک وزیر بیایم بگیم امسال ما 10 قرارداد دادیم، امسال 100 قرارداد دادیم، به نفع افغانستان نیست. اگر قرارداد منفعتش، عایدش واضح و روشن بر افغانستان نیاید، ما شخصا به یک وزیر که شما مرا رأی دادین خود مکلف میدان که او قرارداد امضا نکنم و به شما مراجعه بکنم. چرا؟ پیش ما اسناد وجود داره، از جمله همی آمودریال که پیشتر دوستا گفتند در ولایت سرپل قرار دادی به یکی از تعهدات مالی خود عمل نکرده و تخطی پشت تخطی مال با یک دوسی تخطی های انباشته شده مواجه هستم. رسیدگی به این دوسی ها برادرها و خواهرای عزیز کار یک وزیری که در پایین با یک ماشینری شکستی بروکراسی مواجه است کار ساده نیست و ما نمیخوایم خدای نخواسته کاری بکنیم که عزت مردم افغانستان، عزت دولت افغانستان هم زیر پای شود و ما هیچ منفعتی نبیاریم. در اکثر از این قراردادها طوری تنظیم شده که من نمیتونم او را فسخ بکنم. مثلا معدن عینک اگر شما فسخ بکنید شما را به دادگاه بین المللی کش میکنم. به این ترتیب دیگه قرارداد خوب داده نشده. ما امیدوار هستم حداقل در قسمت عینک ما یک چانس برای تجدید نظر روی قرارداد داریم که او را ما شفاف خواهد ساختم، شما خبر خواهد شدین، ما به امی کمبودی ها پاسخهای خود پیدا بکنیم. ما پس به سوالا برگردم. از امیات جناب سودا صاحب سوالاتشان متاسفانه مان، ما یقین دارم که این فرصت بر ما مساعد خواهد شد. اعضای محترم کمیسیون یاد این هفته، یاد هفته دیگه، هر روزی که به شما مناسب باشه که ما هم 3 ساعت با هم بگذارانیم. بسیار مسائل است که باید مطرح شد و به شما همه سوالات شما را تا جایی که من توان دارم، اگه مستند بود جواب خواهد دادم، اگه نبود خواهد گفتم که عذر مرا بپذیرین، سنداش که پیدا کنم خدمت شما میایم. رحمانی صاحب در قسمت معادن قراردادایی که صورت گرفته شما سوال کردین، در قسمت قرارداد کوچک و اینا، به خصوص در قسمت یک معدنی که معدن گچی است که در مربوط ولسوالی میدان وردک است، من این مسئله را خودم شخصا رئیس اردو ولایت غزنی و ولایت میدان ورد خواسته بودم. 10 روز قبل تقریبا اردویشان دو بار من دیدم و تمام اسنادشان خواستم. ببینین خواهرها و برادرای عزیز، از یک طرف همه ما فشار میاریم که زود قرارداد را بتیم که این معادن داریم ما. اول ما میخوایم یک چیز بگویم به شما، این معادن مربوط نسل امروز افغانستان تنها نیست، مربوط ما و شما نیست، مربوط نسل اندر نسل افغانستان است و ما همیشه نمیتونیم همزمان بتیم، باید به اساس یک استراتژی و یک دیدگاه واضح و روشن دراز مدتی را بتیم. دوم، ما میبینم که فشار است در بعضی نقاط که شما معادن را بتین که پلیس هم دور رفته نمیتونه. این یک نمونه ایشه جناب رحمانی صاحب امروز مطرح کردن. وقتی پلیس افغانستان رفته نتونه و معدن چیکار میشه؟ ما در حقیقت شریک شدیم، قرارداد به یک کسی دادیم که او را پلیس گرفته نمیتونه که توی را کجا میبری، ولی در حقیقت او یک قرارداد دیگه با یک
گروه مخالف داره و هر کاری که بکنه توجیه قانونی خود پیدا کرده. به نفع افغانستان نیست، چون که هیچ عوایدی به افغانستان ناورده. عواید ما امسال تا بال 14.5 میلیون دلار است. پارسال 30 چند میلیون دلار بوده. او صدها میلیون دلار که وعده میشد ممکن نیست. برادر و خواهرای عزیز، که سوال بعدی بود که ما میخوایم سر ازی باز تماس بگیرم. خواهر عزیزم فوزیه کوفی مسئله قرارداد رو گفتن. خواهر جان، ما پروسه قرارداد رو ملتوی قرار ندادم. پیش از اینکه ما برم این پروسه ملتوی قرار گرفته بود، اما ما یک سلسله اقدامات کردم که اینجا اسنادش خدمت شما آوردیم. اولین کار کردم برای از اینکه فابریکای مرمر در سایه هرات و در باز جای دیگه بسته بود در ننگرهار، من مسئله مرمر یک بررسی کردم. 5-6 بار با انجمنهای پروسس کننده مرمر و استخراج کننده معدن ملاقات کردیم. بالاخره به یک توافق اجتماعی با هم رسیدیم که در ظرف 2 سال اینا زمینه‌های پروسس مرمر در داخل افغانستان مساعد بکنن، ما هم همکاریشان بکنیم. تا او وقت میخوایم خدمت شما بگیم. ببخشید که من گلاس آب بخورم. اینا به این توافق رسیدن که اینجا تعهدنامه‌شان وجود داره و ما تعهد جزی از قراردادشان ساختیم. ما هم تعهدات در برابرشان داریم، اینا هم دارن. چرا این کار کردیم؟ یک خواهر دیگه ما اینجا سوال کرد که فعلا افغانستان بازار سنگای پاکستان است. اکثر سنگای اتفاقا از خود ما هم است. این هم دلیل داره. یک دلیل اساسیش مسئله رویالتی است. اگه ما به شما بگیم که در مرمر قراردادی وجود داره که 18% رویالتیش است، شاید شما خوش شوین بگین خب 18% بسیار خوب گپ است. اما در دنیای امروز ما در دنیای رقابتی هستیم. در ایران، در پاکستان ما با سنگای از اینا رقابت میکنیم و با سنگای چین. در اکثر موارد بر سنگای ساختمانی رویالتی وجود نداره. به این خاطر شما اگر یک متر سنگ مرمر چشم شریف که بهترین سنگ است یا سنگ مرمر میدان وردک که در اینجا پروسس شده بخرین، از قیمت عمو سنگ که شاید رفته پاکستان یا سنگ خود پاکستانی که به کابل از قیمت تر تمام میشه. یکی از دلایلش رویالتی است. یعنی ما ناگزیر هستیم که چندین مسئله رو بررسی بکنیم. دو مسئله برق، انرژی. یک فابریکی پروسس سنگ مقدار زیاد انرژی نیاز داره که فعلا ما نداریم. در ایراد که ما هم از ایراد هستم، اینجا وکیل صاحبای محترم ایراد وجود دارن، یک از مشکلات اساسی همی لحظه نبود و کمبود برق است که ما امیدوار هستم تا آخر سال حل شود. در ولایت ننگرهار که بیشترین فابریکاست اصلا برق وجود نداره برای فابریکا. با دیزل جنراتور وقتی شما سنگ پروسس کنین رقابت کرده نمیتونه، هر کس پاش ورشکست میشه. بسیار واضح هست. به این خاطر ما این درک داشتیم که شان گفتیم تا 2 سال ما متعهد هستیم که بلکه بتونیم تا آخر سال ایراد بسن برقدار بسازیم و تا 2 سال ننگرهار که ما بتونیم این مکلفیت اجرا بکنیم. مسئله گرفتن یک زمین صنعتی قیامت است در افغانستان. برادر و خواهرای عزیز، شما یا باید پول بسیار فراوان داشته باشین که برین یک در شرک صنعتی یک جای بگیرین و هم باز برق اویش معلوم نیست، یا باید صرف نظر بکنین. این مشکل باید به هر شکلی که است ما باید با کمک هم حل بکنیم. مسئله زمین و استفاده از زمین، اینا کلش رابطه داره با یک دیگه خود. خوشبختانه هفته قبل در کابینه محترم ایره در اجندا گرفتن و کابینه رأی داد به نفع طرح پیشنهادی ما که مسئله مرمر شما قراردادش پس از سر بگیرین و اجازه صادرات محدود برای سنگهای نیمه پروسس شده و سنگهای پروسس شده صادر بکنین. مسئله رخام به عین قضیه بود. یک پیشنهاد دیگه برازو کردیم، با اونام با توافق رسیدیم، با کسانی که در صنعت رخام سر و کارشان است اون مشکل هم حل شد، کابینه رو تصویب کرد. مسئله سنگای تعمیراتی که سنگای تعداب است، ریگ، جغل و دیگه مشتقاتش است، این هم یک مشکل جدی بود که ما ایران پیشنهاد کردیم، ایران اجازه دادن، قرارداد شما پس از سر میگیریم. اما میخوایم در قسمت ریگ و جغل یک مشکل خدمت شما بگویم که شما خبر باشین. در تمام کشورهای دنیا بیشترین عواید معادن از اگلومیرات ها میگن، از منابع مواد ساختمانی هست که شامل ریگ، جغل، سنگای تعمیراتی و بالاخره با سمنت و اینا یک کتگوری دیگه از این مواد است. چرا؟ اول تکنولوژی که اینجا به کار میره بسیار ساده هست. دوم این مورد نیاز همون جامعه است. کشور ما در حال رشد است، ساختمان بسیار شدید در اینجا در جریان است، ولی مواد ساختمانی ما بسیار بی‌کیفیت است. ریگ معمولا ریگ گلدار است، از بستر دریا کشیده میشه به شکل غیر فنی، سنگای تعمیراتی و این چیزا یک مشکلش است.
مشکل دومش متاسفانه یک شیوه بسیار قدیمی و کلاسیکی است که در مدیریت این سکتور وجود داره، مسئله جمع کردن عواید از موترهای ریگ و جغل است. شما یکی از سوالایی بود که در قسمت پلچرخیر برادران و خواهران مثال دادن که ما هم رفتیم دیدیم. وزارت محترم معدن قبلا یک قرارداد میداده برای سر راه‌های ولایت کابل و دیگه ولایت‌ها میتن که اگه موتر ریگ و جغل آمد شما اینقدر پول ازش بگیرین اجازه بدین. این راه استخراج غیر قانونی و چپاول نه منابع را مساعد ساخته. هر کس اگر سنگ ریگ جغل استخراج میکنه باید بیای لایسنس بگیره و حاجت به این نیست که ما یک پاتک جمع‌آوری عواید سر راه باز به یک کمپانی دیگه قرارداد بکنیم و معلوم هم نیست که چقدر برام میه. یک مشکل جدی حقوقی است که زیر کار ما است. ما امیدوار هستیم که وزارت محترم معدن از پاتکداری خلاص بکنیم و این چوکات حقوقی رو بسیار روشن و واضح بسازیم. در قسمت لاجورد هم خواهر ما سوال داشتن، لاجورد بدخشان همه شما آگاه هستین، یکی از مشکلات جدی پیش از اینکه من وزیر معدن شوم سر لاجورد ایجاد شد، جنگ ها و تنش های مختلف در ولایت بدخشان یکی از عواملش میتونه که این باشه. چندین موتر قاچاق سنگای لاجورد گرفته شده بود که او را شورای محترم امنیت ملی تصمیم گرفتن که باید گمرکات پول شخص بکنن اونا را بکنن، این کارا شد. اما برای پیدا کردن یک راه حل دائمی ما از امول لحظه بیکار نشستیم، چندین بار با مردم به شمول مردم محترم بدخشان با وکلایشان صحبت داشتیم در این رابطه. ما روی یک سلسله طرح‌های اصلاحی و آوردن یک راه حل دائمی برای معدن لاجورد از حداقل از طرف وزارت معدن به یک نتیجه رسیدیم، با مشاورین خارجی و تکنیکی مشورهای را داشتیم، حتی با کسایی که این سند در سطح جهانی درگیر هستن یا شامل هستن با اونا هم صحبت داشتیم. قرار است که طرح خود ما به کمیسیون محترم ببرم که اونا هم نظرات و پیشنهادات خود بتن و ما بتانیم با استفاده از تجارب سابقی افغانستان در قسمت لاجورد که از وقت ظاهرشاه است تا به حال ما بتانیم یک راه خاص برش پیدا بکنیم. برای لاجورد راه خاص باید جستجو شوه و دلیلش هم میگم که چرا. لاجورد یک سنگ خاص است و به دلیل یک منرال خاصی که در او است در افغانستان این سنگ منحصر به فرد بر افغانستان است و در نقطه دنیا که فروخته شوه شما همو نشانیش میتونین که تثبیت بکنین. ما یک ملاقات هم با شورای محترم امنیت سازمان ملل متحد داشتم به خاطر از اینکه در دنیا بخصوص در قسمت الماس سنگ‌های قیمتی افریقا و بعض چیزهای دیگه قراردادها و کنوانسیون‌های بین‌المللی است که اگر این سنگ‌ها به شکل قاچاق در نتیجه جنگ، دعوا و غیر قانونی بیرون میشه کشور که این سنگ‌ها را از اسمت میتونه ادعا بکنه و این را خرید و فروش در بازار بین‌المللی منع بکنه. اونا به این توافق کردن. حال روی راه حل هایش ما به این نتیجه رسیدیم که اول دادن قرارداد انحصاری را به معدن لاجورد باید ختم بکنیم. اگر داده شوه باید به چندین کمپانی تحت یک قرارداد بسیار واضح و روشن. قراردادی قبلا داده شده بود وضاحت نداشت، قراردادی رفته بود یک پاتک دادن معدن گذاشته بود، هر کس که سنگ میارد به رویالتی تبته، معلوم نیست که چقش تاویل کرده چقش نکرده. این اسناد تا بال ما دنبالش هستم پیدا کرده نتونستیم. دوم بسیار تاسف بار و فاجعه بار بود وقتی من عکسای دو تا گالریای بزرگ معدن لاجورد سرسنگ دیدم که دو تا نمیتور یک سالونای بزرگ از او ساخته شده، هر کس رفته به شل غیر قانونی از یک گوشیش کنده 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 فردای سقوط میکنه. اگر ما نتونیم قراردادی را مکلف به اجرای تکنیکی معدن کاری بکنیم به هیچ وجه به نفع مردم افغانستان نیست و تلفاتش مثل که در معدن زغال سنگ است به می شکل خواهد بود و عوایدش هم روشن نخواهد بود. در قسمت فروش لاجورد قبلا در افغانستان فروشش در انحصار حکومت بوده، طرح ما ایست که ما یک شراکت بین حکومت و سکتور خصوصی ایجاد بکنیم که خدای نخواسته هم اشتباهی که یک بار دیگه می کار شده بود چند سال قبل در اونجا باز مشکلات حقوقی و مشکلات جنایی ایجاد شد او فصل شد او مشکل دوباره ایجاد نشه که ما بتانیم حراج یا آکشن لاجورد در داخل افغانستان بیاریم. فعلا در کراچی و در هنگ کنگ است، خارجیان بیان داخلیان بیان. داخلی های ما با سنگتراش ها صحبت کردیم، اکثرش نمیتونن به لاجورد داخل افغانستان دسترسی داشته باشن، چرا که یک دکاندار از 5 سیر 2 سیر 10 سیر لاجورد کار داره. کسایی که در تجارت لاجورد و استخراجش هستن حاضر نیستن از یک متر کمتر به اینا بفروشن.
این مشکل هم پایان خواهد یافت که ما بتونیم صنایع تراش لاجورد به داخل افغانستان بیاریم. اما یک کار آسان هم نیست، یک کار زودرس نیست، ولی از دیگه سکتورهای معدن زودرستر است. حداقل 2 سال کار داره. ما به یک نقطه رسیدیم و حرکت در این رابطه جریان داره. خاموش هم نیستیم، بیکار هم در این رابطه نیستیم. به شما اطمینان میتونم فرجان. انجینر صاحب ذکریام سوال داشتن در قسمت رویالتی ها که من یک کمی روشنی گفتم در سوال در پاسخهای قبلی. میخوایم یک بار دیگه سر رویالتی باز دوباره صحبت بکنم، چیه نقطه بسیار مهم است برادران و خواهرای عزیز. رویالتی یک حق الامتیاز است که وقتی یک کمپانی یک معدن میگیره در حقیقت این نظری که آره تو میشنوی؟ فکس هستی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. درن ولیدن کو سلام. نن دوشنبه دروان مریض کال ده سال واقعیت لسمه چه ده 2015 لسم میلادی کال ده جون لا اتم نیټه سره سمه ده. پام مرالم ده دی محل خبرون تا ویان عبدالصبور روفی. د افغانستان د ښاري پراختیا وزارت هغه درې لوړ پوړي چارواکي په بدخشان کې نیول شوي چې په اداري فساد کې ښکېل و او غوښتل یې تاجکستان ته وتښتي. د بدخشان ولایت ویان افروتن وایي چې دا کسان د سرحدي پولیسو لخوا نیول شوي دي. سرچینه وایي په دې کسانو کې د ښاري پراختیا وزارت د اپارتمانونو د انسجام پخوانی رئیس محمد امین قانی، د کور جوړونې د تصدۍ رئیس احمد نواز بختیار او د اپارتمانونو د انسجام مالی مدیر سید امان سادات شامل دي. ولسمشر محمد اشرف غنی دوی اونې وړاندې د دغو کسانو په شمول د ښاري پراختیا وزارت شپږ چارواکي په اداري فساد تورن او له هېواده یې ممنوع الخروج اعلام کړل. خوشبختانه امروز 3 تن از افراد که ممنوع الخروج قرار داده شدند و 3 تن از افرادی که ارشد وزارت شهرسازی که امر دستگیریشان به تمام ارگان‌های امنیتی داده شده بود در ولسوالی شغنان ولایت بدخشان توسط پلیس سرحدی که میخواستند از مرز عبور بکنند به طرف کشور تاجیکستان دستگیر شدند اولی ساعت 7 صبح. و اسامی این افراد احمد نواز بختیار رئیس تصدی خانه‌سازی، سید امان الله سادات مسئول مالی انسجام اپارتمان های وزارت شهرسازی و محمد امین قانی رئیس انسجام اپارتمان ها. اینا فعلا در شغنان هستند و
به پلیس سرحدی که ما به تماس شدیم، سمنوال رجب محمد کمیسار سرحدی پلیس سرحدی ولسوالی شغلان، اونا تقاضای چرخباله کردن و گفتن به زودترین فرصت اگر امکان داشته باشه اینا انتقال پیدا بکنن. ده دفعه وزارت چارواکی په بدخشان ولایت کې د هغو دوو غرنیو سیمو د بیرته نیولو خبره کوي چې د دوی په وینا وسلوالو لخوا د نیول شوي یمګان ولسوالۍ لپاره ستراتیژیک اهمیت لري. ده دفعه وزارت د اپراسیون رئیس جنرال افضل امان ویلي چې د دې سیمو نیول به د یمګان ولسوالۍ په بیرته نیولو کې له افغان ځواکونو سره مرسته وکړي. وسلوالو مخالفینو د شنبه په ورځ یمګان ولسوالۍ ونیوله، خو افغان ځواکونو د دې ولسوالۍ د بیرته نیولو او د وسلوالو د تصفیه په مقصد په سیمه کې پوځي عملیات پیل کړي دي. د بغلان په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او حزب اسلامي د افرادو ترمنځ په نښته کې درې تنه وژل شوي او یو بل ټپي دی. د مرکزي بغلان ولسوال گوهر خان بابوري وایي چې د دولت د دغو دوو وسلوالو ډلو ترمنځ د عشر او زکات پر سر نښته تېره شپه په 11 بجو د دغې ولسوالۍ په تورني سیمه کې شوې ده. هغه وایي په دې نښته کې د علي جان او حضرت علي چې د وسلوالو طالبانو سرګروپان و او قومندان کبیر چې په اسلامي حزب پورې تړاو لري وژل شوي دي. تر اوسه وسلوالو طالبانو او حزب اسلامي په دې اړه څه نه دي ویلي. په فراه کې د وسلوالو طالبانو او محلي پولیسو ترمنځ په نښته کې شپږ وسلوال طالبان وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. د فراه د پولیسو ویان اقبال باهر وایي دا نښته په بالابلوک ولسوالۍ کې تیر مازدیګر هغه وخت پیل شوه چې طالبانو د دغې ولسوالۍ په دهزک سیمه کې د پولیسو په پوستو برید وکړ. هغه وایي نښته د شپې تر ناوختې پورې روانه وه. نوموړی وایي وروسته وسلوال له سیمې وتښتېدل. د پولیسو ویان وایي چې په دې نښته کې یو محلي پولیس او یو ملکي وګړی هم ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې وسلوال مخالفین په ځانمرګو بریدونو کې له ماشومانو څخه د وسیلې په توګه ګټه اخلي. د دغه ریاست د مطبوعاتي دفتر له لورې په خپرې شوې خبرپاڼې کې ویل شوي چې دوه کم عمره ورونه چې وسلوالو مخالفینو له دوی څخه په ځانمرګو بریدونو کې د ګټې اخیستو تصمیم درلود، په ځانګړو عملیاتو کې د هغوی له منګلو آزاد او خپلې کورنۍ ته یې وسپارل شول. دا سرچینې په وینا طالبانو د دغو دوو ماشومانو لاسونه او پښې په زنځیرونو او زولنو تړلې وې، سوله مدرسې ونه تښتي. سکل د جنوري او اپریل ترمنځ په دریو میاشتو کې شاوخوا 2000 ملکي افغانان ټپیان شوي چې د تیر میلادي کال د ورته مودې په پرتله په سلو کې 50% زیاتوالی ښیي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکي تېره ورځ وویل چې تیر کال د جنوري او اپریل ترمنځ د ټپیانو شویو افغانانو شمیر تر 0 لږ و. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه دفتر یا د یوناما مرستیال مارک باودین وویل چې د اپریل تر پای لږ تر لږه 1909 تنه ملکي افغانان ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر په ویب پاڼې کې د ښاغلي باودین له قوله ویل شوي چې په افغانستان کې سږکال د تیر کال د ورته مودې په پرتله د ملکي ټپیانو په شمیر کې په سلو کې 50 زیاتوالی ویني. اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د یو لوړ پوړي رسمي پلاوي په مشرۍ تېره ورځ ناوخته تاجکستان ته لاړ. د اجرائیه ریاست په خپرې شوې خبرپاڼې کې راغلي چې په دغه دوه ورځني سفر کې به اجرائیه رئیس د دغه هیواد له ولسمشر او لومړي وزیر سره وګوري. په خبرپاڼې کې ویل شوي چې په دغو کتنو کې به دواړه لورې د سیاسي، اقتصادي، فرهنګي اړیکو د پراختیا او ګډو امنیتي ګواښونو او له ترهګرۍ سره د مبارزې، له نشه‌یي توکو سره مبارزه، د افغانستان له لارې سویلی آسیا او ایران ته له منځنۍ آسیا هیوادونو څخه د برېښنا غځول، د سیمې هیوادونو ترمنځ د اورګاډي پټلۍ جوړول او په یو شمېر نورو مهمو موضوعاتو خبرې وکړي. د ولسمشر په حکم عبدالجبار نعیمي د لغمان د والي په توګه ټاکل شوی دی. د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې له لورې په خپرې شوې خبرپاڼې کې راغلي چې نوموړی د دې ادارې په وړاندیز او د ولسمشرۍ ماڼۍ په منظورۍ د لغمان ولایت د والي په توګه پر دنده ګمارل شوی دی. سرچینه زیاتوي نعیمي د شاوخوا 3 کلونو لپاره د میدان وردګو او 5 کلونو لپاره د خوست د والي په توګه دنده ترسره کړې ده. تر دې وړاندې فضل الله مجددي د لغمان د والي په توګه دنده ترسره کوله.
د اولسي جرګې د مخابراتو او مواصلاتو کمیسون رئیس وایي چې د آریانا هوایي شرکت لخوا مخپټي کسان د ایران له لارې عراق او سوریې ته لیږدول کیږي. هغه وویل چې د آریانا هوایي شرکت رئیس د هغه تړون له مخې چې د ایران د هامان شرکت سره لاسلیک کړی او دې کې د ایران استخبارات هم لاس لري. عبدالعزیز کریمی په دې اړوند نور جزئیات راکړي.